سلام، خوش آمدید. تبلیغات برای انتخابات دور 11 مجلس شورای اسلامی ایران آغاز شده و حتی داوطلبان گروه‌های نزدیک به حلقه اصلی قدرت هم برای شرکت در این انتخابات به دقت قربال شدند. اصلاح طلبان میگویند به دلیل رد صلاحیت گسترده قصد ندارند در تهران فهرستی مشترک ارائه کنند. مهمترین جایی که معمولاً لیستی 30 نفره برایش انتشار می‌دادند. بسیاری معتقدند که جمهوری اسلامی از آغاز حیات سیاسی خودش توانسته دوگانه‌ای در فضای انتخاباتی ایجاد کند. این دوگانه در بزنگاه‌هایی باعث ازدحام مورد علاقه حکومت در مقابل صندوق‌ها شده. اما حالا به نظر می‌آید دوگانه‌ای در کار نیست. ناکارآمدی و مشکلات ناشی از آن چه در سیاست داخلی و خارجی، چه در وضع اقتصادی و اجتماعی ایران به چشم می‌آید. اینها به اضافه همه آنچه از آبان امسال به این روی داده، بخش‌های عمده‌ای از مردم را از شرکت در انتخابات منصرف کرده. این انسداد سیاسی ناشی از یک دست کردن قدرت آیا می‌تواند چالش‌های داخلی جمهوری اسلامی را حل کند تا قدرتش را یکسره برای مبارزه با مخالفان بیرونی‌اش صرف کند؟ آیا راهی برای حل این انسداد هست؟ اگر راهی هست، آیا اراده‌ای برای برطرف کردن این انسداد سیاسی وجود دارد؟ اگر انسداد باز نشود چه خواهد شد؟ در این برنامه با سه مهمان صحبت می‌کنیم. مهدی خلجی، پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه، حجت کلاشی، فعال سیاسی و طرفدار نظام مشروطه، و اینجا در استودیو مجید تفرشی، مورخ و تحلیلگر مسائل سیاسی. خوش آمد میگم به هر سه مهمان. آقای تفرشی، شما شروع میکنم. آقای، به نظر شما این گزاره که یک انسداد سیاسی رو شاهد هستیم درست هست یا نه اصلا؟ ببینید، باید دید از کدوم منظر به این سوال شما میشه پاسخ میدم. کسانی که معتقدند که شرایط خاص سیاسی کشور حکم میکنه که از تنش‌های سیاسی جناحی داخلی باید خودداری کرد برای مقابله با خطرات خارجی و یا چالش‌های بین‌المللی، معتقدند که یک مجلس یک دستر و مطیع‌تر شاید و شاید در واقع همراه‌تر، اگر بهتر نظر به هم منتقل کنیم، کارآمدتره. در صورتی که بسیار دیگه معتقدند که این مجلس‌های پرتنش بودند که به اصطلاح تونستن اتفاقا کمک کنن به منافع راهبردی ملی و نظام، و اگر مجلس یک دست و یک صدا و بدون تحرک و ابتکار باشه، کمکی که به منافع نظام نمی‌کنه. تجربه تاریخی هم تو این زمینه وجود داره. یعنی خب شما در طول دوران سلطنت رضا شاه، مثلا اگر دوران مشروطه رو بخوام نظر بگیریم، شاهد این هستین که در مجلس‌های ششم و تا دوازدهم، که دوازدهم در موقع شهریور 20 بود، یک مجلس کاملا یک دست بود، به تدریج یک مجلس فرمایشی تبدیل شد، مجلسی که نامزدهاشون کاملا فرمایشی و غربال شده بودند، ولی در درون خودشون انتخابات کاملا آزادی برگزار کردن. همین مجلسی که کاملا یک دست بود در موقع شهریور 20 و یورش نیروهای بریتانیا و شوروی به ایران، نتوانستن از حکومت دفاع کنن. نه تنها نتوانستن، بلکه هنوز رضا شاه پاشا از ایران بیرون نذاشته بود که خودشون به دشمنان حکومت تبدیل شدن و در مجلس تندترین دشنام ها و اتهامات رو به شاه در حال خروج دادند. و همین اتفاق در سال 57 هم اتفاق افتاد. یعنی زمانی که حزب رستاخیز تأسیس میشه، مجلس 24 روم در واقع یک مجلسیه که کاندیداهاش کاملا حساب شده برگزیده میشن و میان جلو، و در داخل حزب رستاخیز انتخابات تبدیل میشه به آزادترین انتخابات تاریخ مشروطیت در داخل حزب رستاخیز، یعنی بین خودی ها در واقع. ولی همون مجلسی که اینقدر با وسواس انتخاب شدن در سال 56-57، عملا به کانون مخالفت با شاه و حکومت شاه تبدیل میشه، و عملا در دو نوبت محمد رضا شاه در سال 20 و سال 57 اذعان میکنه و اعتراف میکنه که به مشروطیت عمل نشده. به خاطر همین وجود همین مجلس ها بود. و برعکسش در مخالفت با این نظریه، ما شاهد مجالس بین 14 تا 17 هستیم، و مجلس 17 که مرحوم دکتر مصدق برگزار کننده انتخابش بود و منحل کنندش بود، که همون مجلسی که آزادانه برگزار شد عملا تبدیل شد به کانون مشکلات مملکت. بنابراین یه نگاه این است که مجلس میتونه کانون خدمت به حاکمیت باشه اگر یک دست باشه. یه دو معتقدن اتفاقا یک دست بودنش میتونه به ضرر راهبردی حاکمیت باشه. این دو نگاه در حال نزاع با هم هستند. آقای خلجی، نظر شما در این باره چیه؟ برای جمهوری اسلامی یک نظام شبه اقتدارگراست، یعنی از ابتدا یک حاکمیت دوگانه درش وجود داشته و این دوگانگی در قانون اساسیش هست و در کل فلسفه سیاسی جمهوری اسلامی وجود داره. از یک طرف ما نهادهای دموکراتیک داشتیم و فرایندهای دموکراتیک، و از یک طرف نهادهای
غیر دموکراتیک و اقتدارگرا. اینها از ابتدا با هم در جنگ بودن. اونچه که الان به نظر میرسه که داره اتفاق میفته اینه که کفه اقتدارگرایی داره غلبه پیدا میکنه. دلیلش هم شاید یکی از دلایلش این باشه که جمهوری اسلامی وعده های اقتصادی، وعده های فرهنگی، اون آرمان شهر ایدئولوژیکی رو که وعده داده بود به مردم در تحقق اونها ناکام مونده. در نتیجه یکی از مهمترین راه های حفظ در حقیقت نظام و تثبیت نظام این هست که روی مسئله امنیت تأکید بکنه و از طریق برجسته کردن مسئله امنیت وجاهت و حقانیت جمهوری اسلامی رو اثبات بکنه و از اون طرف وضعیت داخلی رو هم به نفع خودش یک دست بکنه. به نظر من مجموعه چیزایی که در سالهای گذشته به وجود آمده میره به سوی امنیتی تر کردن فضا و در نتیجه جمهوری اسلامی آقای خامنه ای مخصوصا لازم نمیبینه که جناح مقابل رو که کمتر به او وفادار هست تحمل بکنه و به راحتی میبینید که در جریان رد صلاحیت میشن و به سمت یک دست شدن پیش میرن. خب این موقعیتی است که تکرار شده در سالیان گذشته. بارها اصلاح طلبان این انتقاد رو داشتن که رد صلاحیت گسترده شدند و از بازی کنار گذاشته شدند. گروه های دیگر سیاسی خیلی پیشتر از اینها معتقد بودند که اونها رو کنار گذاشتن. ولی آیا میشه اسم این رو انسداد سیاسی گذاشت یا نه آقای خلجی؟ انسداد سیاسی من نمیدونم دقیقا منظور چی هست. ما به اصطلاح در یک فضای بسیار پیچیده تر از مثلا 30-40 سال پیش قرار داریم که نظام های استبدادی یک دست بودن یا نظام های اقتدارگرای یک دست بودن و راه حل ها هم بسیار ساده تر بود، یا انقلاب بود یا اصلاحات بود. الان نه نظام جمهوری اسلامی به اون یک دستی هست و نه راه حل هایی که برای خروج از وضعیت کنونی میشه تصور کرد بسیار ساده هستند و خیلی پیچیده تر هستند. جامعه ایران الان مواجه با میشه گفت سه بحران جدی هست. یکی بحران اعتماد، یعنی اعتماد عمومی به شدت آسیب دیده و این اعتماد عمومی که میگم آسیب دیده در تمام سطوح از خانواده بگیرید تا سطح دولت ملت وجود داره این بحران. و یکی بحران اقتدار هست و مرجعیت، و شما به سختی میتونید اقتدارها و مرجعیتها و در حقیقت منابعی رو یا مراجعی رو پیدا بکنید که مقبولیت عمومی و گسترده داشته باشن. حتی اونها که مثلا سلبریتی ها که یه مدتی توانایی به اینو داشتن که جامعه رو، یه بخش از جامعه رو بسیج بکنن، اون قدرت خودشون رو از دست دادن. بنابراین بحران اقتدار وجود داره و از یک طرف دیگه بحران ایدئال وجود داره. یعنی جامعه از نظر آرمانی هم در بحران هست. آرمان های مشترکی نیست که بخش عمده ای از جامعه رو پشت سر خودش جمع بکنه. بحران آرمان، بحران اقتدار و بحران اعتماد میشه گفت که یک مثلث بحرانی است که همه راه حل ها رو بسیار پیچیده میکنه. یعنی نمیشه به راحتی یک فرمولی داد، یک نسخه ای داد برای اینکه خب ما این کارو بکنیم و به سرعت همه چیز تغییر خواهد کرد. تا ما این بحران ها رو براش راه حلی پیدا نکنیم نمیتونیم برای بحران های سیاسی هم راه حل مناسبی پیدا بکنیم. آقای کلاشی نظر شما چیه؟ من میدونم که بارهای قبل که با شما صحبت کردیم شما بسیار معتقد هستید که اون چه که در نظام جمهوری اسلامی از دست رفت در واقع سلطنت نبود، اون چه که از دست رفت مشروطیت بود. این بحثی است که ما قبلا هم تو همین برنامه با شما داشتیم و شما مطرح کردید. آیا فکر میکنید که این مشروطیت از آغاز وجود نداشته یا اینکه الان کاملا داره از بین میره؟ با درود. انقلاب اسلامی یک نظریه داره و اون نظریه عبارت است از تشکیل یک حکومت فقهی است و همونطور که تو قانون اساسیش هم تعریف شده به تمامی قوا زیر نظر ولایت مطلقه فقیه کار میکنن. به همین خاطر ما با یک نظام مذهبی بر مبتنی بر فقه طرف هستیم که به تعریف دقیق استبدادی هستش، حکومت فقیه هستش، حکومت دینی هستش و انقلابی بوده علیه مشروطیت، یعنی حکومت عرف و حکومت قانون که البته حکومت پادشاهی بوده، یعنی حکومت هزاران ساله ایران پادشاهی بوده که تونسته بود با نظریه مشروطه
اصول جدیدی برای فرمانروایی و حکم روایی پیدا بکنه و روی قانون اساسی بیسته که در اون قانون اساسی قدرت از ملت نشأت میگرفت و این ملت بود که تاج پادشاهی رو میداد و پادشاه نمادی از ملت بود. در داخل اون بود که اتفاقا ما در دوره رضا شاه و محمد شاه پهلوی دوران بسیار خوبی رو تجربه کردیم و گام‌هایی که رضا شاه و شاه فقید برداشتن گام‌هایی بود در راه رسیدن به زیرساخت‌های اجتماعی سیاسی و حقوقی پیاده شدن دموکراسی در جامعه ایران. یعنی اگر ما دوره رضا شاه رو مقایسه بکنیم با مثلا کشورهای اروپایی می‌بینیم که در اروپای جنوبی اسپانیا رو داریم، ایتالیا رو داریم که حکومت فاشیستی داره، در آلمان هیتلر سر کار هستش، در بخش بزرگی از اروپای شرقی یعنی در بالکان در روسیه حکومت لنین برقرار هستش، یعنی یک نوعی از استبداد بسیار خشن، اما ایران داره مسیرهای خودش رو هموار می‌کنه به سمت دموکراسی. اما سال 57 در نتیجه التقاطی که بین نظریات سنتی فقهی و اندیشه های چپ رخ داد و انقلاب تبدیل به ارزش شد، انقلابی بر علیه حکومت قانون، علیه حکومت عرف و نظام مشروطه رخ داد که خب از ارکان اصلی اون هم اراده ملت بود، هم حاکمیت ملت بود و هم پادشاهی. به همین خاطر حکومت جمهوری اسلامی به عنوان حکومت استبدادی از سال 57 وارد یک کوچه مسدود شده در انسداد. در روی این، یعنی اگه بخوام تشبیه بکنم، شبیه این هستش که روی یک دریاچه یخ بسته که این یخ بستگی نتیجه برودت هوای ناشی از جنگ سرد و فضای دو قطبی بود. روی اون یک بازی رو جمهوری اسلامی طراحی کرده بود که دو جناح در روی اون بازی میکردن و البته روی اون سطح یخ یه بازی هایی وجود داره، میشه گزارش داد، میشه طرفدار یه تیمی شد، اما اون اتفاق واقعی اینه که اون یخ در حال ترک برداشتن هستش و ما به زودی خواهیم دید که صحنه بازی به طور کلی عوض خواهد شد. شما کلاشی با نظر آقای تفریشی که میگن که در مجلس هایی در به خصوص مثلا مجلس آخر در دوره سلطنت محمد رضا شاه پهلوی این فضای مشروطه دیگه نبود، در واقع یک انتخابات فرمایشی بود با یک در واقع نمایندگان فرمایشی، با این موافق نیستید؟ ببین تفسیری که میکنن باید اول ببینیم کجا ایستادن و از کجا دارن این نقد رو وارد میکنن. اینکه در مورد اون دوره هم نقدای وجود داره جای شکی نیستش، اما بحث اینه که ساخت سیاسی اون دوره ایران جلوتر از جامعه بود. یعنی اگر اون فشار، اون وضعیت سیاسی فضای باز رو اعلام میکرد که اعلام کرد، نیروهای انقلابی که به صحنه میومدن علیه آزادی بودن. اون چیزی که وجود داشت این بود که یک جریان اجتماعی انقلابی در جامعه ایران وجود داشت که اون بسیار نیرومند بود و خیز بزرگی رو برداشته بود بر علیه انقلاب مشروطه، یعنی نظام آزادی، و میخواست که اون رو برافکند. به همین خاطر حکومت مجبور بود که جلوی اون نوع از حرکت‌های اجتماعی رو بگیره و امکان پذیر نبود. یعنی ساخت اجتماعی ایران همراهی نمی‌کرد با دموکراسی و فضای بین‌الملل هم البته این اجازه رو نمی‌داد. به همین خاطر در دوره پهلوی رو ما باید این گونه تفسیر بکنیم که گام‌های اساسی به سمت رسیدن به دموکراسی. آقای تفشی ببینید، وقتی که ما راجع به مسائل تاریخی صحبت میکنیم دیگه بحث از تحلیل سیاسی یا طرفداری یا موضع‌گیری مثبت یا منفی یا مخالفت با وضع موجود خیلی کمک به ما نمیکنه و برعکس گاهی ما رو سوق میده به سمت زمان پریشی، یعنی اشتباهات تاریخی. من تعجب میکنم خود مرحوم محمد رضا شاه پهلوی حداقل در دو برهه، یعنی در شهریور 1320 و آبان 1357 اذعان کرد که بابا مشروطه نقض شده و مشروطه رعایت نشده و مبانی مشروطه رعایت نشده. مشروطیت در سال 57 از بین نرفت، مشروطیت در فاصله 1299 تا 1304 از بین رفت، زمانی که به تدریج در یک دوره 20 سالی حکومت رضاخان بعد رضا شاه البته سه رکن اصلی دموکراسی و جامعه مدنی ایران، یعنی پارلمان، احزاب و مطبوعات، به قهقرا رفتند و احزاب که مطلقا وجود نداشتند، اون دوتا هم تقریبا وجودشون بی وجود شده بود. یک مثال تاریخی خدمت شما میذارم، وقتی که در جریان خیلی کوتاه یه دو تا جمله است، در جریان ملی شدن صنعت نفت وقتی که مرحوم دکتر مصدق به لاهه میره و به شورای امنیت میره برای دفاع از حقانیت ملی ایران در مسئله نفت، یکی از پرونده های مهمی که من رو پرونده خودم کار کردم رو استاد اون ارائه میکنه برای غیر قانونی بودن قرارداد نفتی بین ایران و بریتانیا، اسناد انتخابات مجلس نهم هست که نشون میده که چطور تک تک نماینده ها با نه تنها با مهندسی با دستور شخصی رضا شاه انتخاب شده
شدن، نه اینکه حالا مهندسی مثل حالا ادعایی که بعداً مطرح شده شخص دونه بدون انتخاب، و بر این اساس استناد کرد که اون انتخابات و مجلسی که تایید کرده قرارداد نفت انگلیس رو غیر قانونی بوده، یعنی حتی به ماجرای بین المللی ایران کشید. خب پس این... به امروز برگردیم آقای تفتیشی، این جمله رو من تمومش کنم. ببینید بحث این که شما بخواید بگین که 57 اومد مشروطیت رو نقض کرد، اون وقت شما مجبورید پاسخ خودمی کسایی که چه کسانی در سال 99 تا 4 مشروطیت رو نقض کردن. اگه بخوام دنبال این حرفا و این به اصطلاح تحلیل‌های سیاست زده به روز شده بریم، باید بگیم که قاجاری حق داره حکومت کنه نه پهلوی، برای اینکه مشروطیت برخواسته از حکومت قاجاره، همون تغییر سلطنت هم غیر قانونی بوده با تعبیر آقای کلاشی. من میخوام برگردم به امروز با توجه به حرفایی که آقای روحانی در روز 22 بهمن زد. آقای روحانی گفت اگر محمد رضا شاه پهلوی هم در واقع یک انتخابات درست حسابی برگزار میکرد انقلاب نمیشد. آیا شما با این گزاره موافقید؟ به طور کلی بله، ولی خب باید برگردیم به دوره های مثلا دوره 20 و 21 به بعد، یعنی بعد از انحلال مجلس 20 به بعد. این حرف به طور کلی از نظر تاریخی درسته، ولی نه اینکه در مثلا یه سال قبل از انقلاب اگه این تغییر صورت میگرفت، اگر 10 سال زودتر صورت میگرفت، یعنی در حداقل در زمانی که حزب رستاخیز تاسیس شد به بعد، به نظر من نمیتونم بگم انقلاب صورت نمیگیره، ولی یقینا میتونست انقلاب به تاخیر بندازن. آقای خلجی، اون چه که ما میبینیم در فضای سیاسی ایران این تکرار هست، همونطور که حالا به نوعی آقای تفرشی هم توضیح دادن، ما میبینیم که در یک دوره هایی به محض اینکه اون در واقع حاکم مطلق، حالا چه شاه بوده چه ولی فقیه، قدرتی پیدا میکنه که بتونه خواست و نظر خودش رو به تمام در واقع ارکان حکومت تسری بده و اونها رو در به نوعی منصوب بکنه به جای اینکه اجازه بده مردم اونها رو انتخاب بکنن، این کار رو میکنه. به لحاظ در واقع سیاسی، آیا تفریشی به نظر میاد که موافق نیستن با اینکه این به نفع اون حاکم هست؟ شما نظرتون چیه؟ چی به نفع اون حاکم هست؟ اینکه یک حاکمی خودش انتخاب بکنه در واقع نیروهایی رو که قرار هست مردم انتخاب بکنن. ببینید، از زمان ارسطو تا الان تمام فیلسوفان سیاسی که حکومت ها رو طبقه بندی کردن، تا دوران مدرن مونتسکیو و دیگران، همه اتفاق نظر دارن که حکومت های استبدادی جزء که به اصطلاح یعنی کوتاه‌ترین عمر سیاسی رو دارن. یک حکومت استبدادی نمیتونه دوام داشته باشه در قیاس مثلا با حکومت پادشاهی مشروطه یا با دموکراسی یا آریستوکراسی و انواع دیگر حکومت ها. این که یک نظامی اگر بره به سمت یک دست شدن و اگر بره به سمت اقتدارگرایی و اون هم به شکل به اصطلاح یک سالاری، یعنی ما الان اونچه که الان در جامعه ایران میبینیم که آقای خامنه ای به عنوان شخص داره قدرتش زیاد میشه. یعنی آقای خامنه ای کار خیلی خطرناکی که داره میکنه این هست که تمام به اصطلاح نهادهای جمهوری اسلامی رو از محتوا و از استقلال خالی میکنه و قدرت اونها رو وابسته به قدرت خودش میکنه. ولی آقای خلجی، آیا این تنها در واقع این تنها پاشنه آشیل هست؟ ما میدونیم که کشورهای دیگری هم بودن در منطقه در خاورمیانه که مثلا حکومت قذافی برای سالها به هر حال ادامه پیدا کرد، حکومت صدام حسین، حکومت‌های دیگری، الان همین حالا حکومت عربستان هم نمیشه گفت که حکومت دموکراتیکی است، حالا ممکن است که انتخاباتی در یک سطوحی برگزار بشه، اما به هر حال انتخابات به اون معنای دموکراتیک شکل نمیگیره. آیا واقعا پاشنه آشیل فقط همین خودکامگی هست یا چیزهای دیگری هست که باعث سرنگونی یا انسداد میشه؟ طبیعتا اگر یک نظام خودکامه مثلا امیال توسعه طلبانه خارجی داشته باشه، اگر وارد جنگ های خارجی بکنه خودش رو، اگر با دشمن تراشی بکنه یا در مقابله با دشمن هاش سیاست درستی در پیش نگیره، اگر تصور درستی از امکانات نظامی خودش نداشته باشه یا امکانات نظامی حریفش رو دست کم بگیره، اگر به اصطلاح به جای سرمایه گذاری در زیرساخت های کشور سرمایه های ملی رو در
مسیر منافع ایدئولوژیک یا به عبارت دیگه توهم‌آمیز خودش به کار ببره، خب این سقوطش رو تسریع میکنه طبیعتاً. یعنی عواملی هست که میتونه یک خودکامگی رو از عمر کوتاهش رو کوتاهتر بکنه یا اینکه بهش به اصطلاح دوام بده. یکی از چیزایی که خیلی مهمه در ایران نوع اقتصاد ایرانه. یعنی اگر اقتصاد ایران، اگر ایران کشوری نبود که سرمایه های طبیعی به ویژه نفت داشت و بخش عمده ای از درآمدش از درآمد نفت بود، احتمالاً سرنوشت خودکامگی در ایران به شکل دیگری بود. شما مثال قذافی رو زدید. قذافی اگر نفت نداشت شاید اینقدر عمر نمی‌کرد. یعنی اون خودکامگی ها میتونن به وسیله یک سری پارامترهای اقتصادی یا نظامی دوام بیشتری پیدا کنن یا دوام کمتری. اما اون چیزی که مسلم هست اینه که خودکامگی، حالا ممکنه 30 سال، 40 سال، 50 سال یا حتی مثل کمونیسم مثلا که یه نوع از اقتدارگرایی خاص بود 70 سال عمر بکنه، ولی عمر در به اصطلاح نگاه بلند تاریخی عمرشون خیلی طولانی نخواهد. آقای کلاشی، شما طرفدار مشروطیت هستین، ولی من در بخش از صحبت‌های شما در مورد اون در واقع دوره پایانی دوره محمد رضا شاه پهلوی احساسم این بود که شما معتقد هستید که در جامعه‌ای که بخش‌های عمده‌ای هستند که ممکن هست که بخوان مقابل مدرنیزاسیونی که از بالا می‌خواد بیاد قرار بگیرن، اون کاری که شاه محمد رضا شاه پهلوی کرد رو شما توجیه میکنید به این شکل که اینها میخواستن در واقع جلوی اون مدرنیزاسیون رو بگیرن، بنابراین باید این کار انجام میشد. این طور هست؟ نه، دقیقا به این صورت نیست. من الان توضیح میدم خدمت شما. در مورد آقای تفرشی این رو عرض بکنم که ایشون میفهمد مشروطه مال قاجار بود. این صحبت ها نشون میده که باید بیشتر دقت کنند روی قانون اساسی مشروطه. این نمیشه یه مشروطیت مال یک سلسله یا یک خانواده باشه. انتقال پادشاهی هم به وسیله مجلس انجام شد، کاملا قانونی بود. در دوره رضا شاه بحث من اینه که وقتی که مشروطیت در ایران رخ داد، ایران یه جامعه‌ای بود که ساخت اجتماعیش با دموکراسی سازگار نبود. یعنی ما نمیتونستیم برای جامعه ایران که بیشتر عشایر بودن، بیشتر جمعیت توی روستاها بودش و بعد اکثریت جامعه ایران بی‌سواد بود، ما نمیتونستیم به یک سیستم پارلمانی موفقی رو تجربه بکنیم. احزاب هم وجود نداشتن، سنت ایران هم سنت استبدادی بوده. به همین خاطر و رضا شاه تونست گام‌های مهمی رو برای ایجاد زیرساخت‌های ایجاد برداره. اینجا این سوال پیش میاد، شما منظورتون این هستش یعنی شما سلطنت رو مشروطه نمیدونید، شما دموکراسی رو مشروطه میدونید با این حساب؟ نه، ببینید، ایران به صورت استبدادی اداره میشد. ما سلطنت مطلقه داشتیم. این سلطنت مطلقه با انقلاب مشروطه مشروطه شد، این مشروطیت به وجود اومد. یعنی از اون به بعد حکومت قانون بود و قانون بود که حاکم بود و حکمرانی میکرد. اما برای اینکه ما از مشروطیت بتونیم دموکراسی رو بیرون بیاریم، یعنی جامعه ایران به سمت یک دموکراسی هم هر یعنی به عنوان یک سبک زندگی تبدیل بشه، نیاز بود که جامعه ایران تعداد باسوادش بره بالا، جامعه شهری درست بشه، اقتصاد ما از زمین به سمت صنعت بره. یعنی ما یک اقتصاد زراعتی داشتیم و عشایر پایه‌های اقتصادی ما بودن، باید اقتصاد صنعتی درست می‌کردیم. هیچ کدوم از اینها وجود نداشت که ما بتونیم در ایران دموکراسی درست بکنیم. اینها باید درست می‌شد در جامعه. همه اینها به همت رضا شاه و اون دیوان سالاران و اون آیه کلاشی. بحث این هستش که شما برمیگرده به خانش اون حاکم موجود دیگه. آقای خامنه‌ای هم که فکر نمی‌کنه که داره ملت رو به سمت بدبختی می‌بره. فکر می‌کنه اون راهی که خودش فکر می‌کنه راهی هست که راه درست هست و اون راه رو می‌خواد به ملت در واقع دیکته بکنه و از من خانش حاکم رو کار ندارم. رضا شاه در درون مشروطه به سمت آرمان‌های مشروطه میره. یعنی اون زیرساخت رو درست میکرد که ایران در درون مشروطه به حکومت دموکراتیک برسه. اما حکومت جمهوری اسلامی در زیربنای خودش استبداد هستش و این استبداد همیشه بوده. این تا اینجا. در مورد اینکه الان هم اصلاح طلبا دارن میگن که یعنی یک وضعیتی هستش که میگن به سمت یک دست شدن رفته، حکومت همیشه یک دست بوده. موضوع اینه که همین الان هم که اصلاح طلبا توی قدرت هستن، هم شورای شورای شهر رو دارن، هم مجلس رو دارن و هم ریاست جمهوری دارن، چه کاری انجام دادن؟ یعنی چه کاری انجام شد؟ اینا کارنامه ضعیفی دارن. اصلاح طلبا وقتی که خودشون در آستانه باخت هستن یا در مورد خودشون نظارت استصوابی حاکم میشه و اعمال میشه، اعلام میکنن که وضعیت انسدادی هستش. اما واقعیت اینه که از سال 57 به بعد جمهوری اسلامی یک حکومت انسدادی بوده، یعنی در حوزه سیاست انسدادی بوده و این انقلابی هم که شده از سال 50 علیه حکومت عرف و حکومت قانون بوده و همین خاطر ما با یک حکومت استبداد مواجه هستیم و این چرخه استبداد همیشه چرخیده، هر کسی رو هم که توانسته از این چرخه حذف کرده.
برای یک مدت طولانی این بازی اصلاح طلب و اصولگرا وجود داشته. اصلاح طلب هم همیشه در دوره آیت الله خمینی مدافع این سبک از نظارت استصوابی بودند. در سال 70 اولین باری که این نظارت استصوابی علیه خود جناحی از اصلاح طلبا، یعنی جناح چپ، اون موقع چپ بودن، اعمال شد، یعنی خلخالی و هادی غفاری و هادی خامنه‌ای حذف شد از در نظارت استصوابی، اینها شروع کردن به اعتراض کردن که در دوره خمینی دوره بهتر بود اما در این دوره بدتر بود. اگر دقت بفرمایید چند روز پیش آقای تاج‌زاده هم که یه بحثی داشت، مناظره داشت، در اونجا مدام اشاره میکرد که اگر مانع، یعنی نظارت استصوابی یا شورای نگهبان مانند دوره آقای خمینی باشه ما خیلی مشکل نداریم، یعنی از همه جناح‌ها حضور داشته باشن در داخل شورای نگهبان. میخوام این رو عرض بکنم که همیشه از سال 50 به بعد حکومت تقریبا یک دست بوده، از سال 78 58 و سعی کرده مخالفان خودش رو حذف بکنه. نظریه حکومت جمهوری اسلامی همین هستش، حکومت فقهی، حکومت دینی همین هستش، بیش از این نیست. آقای تفرشی، بحثی که آقای کلاشی مطرح میکنه مسئله بسیار مهمی هست. مسئله این که حالا اصلاح طلب اصولگرا، الان به این نقطه رسیدیم که اصولگراها دیگه اصلاح طلبا رو هم بازی نمیدن یا تعداد خیلی کمشون ظاهرا تایید صلاحیت شدن. بحث این هستش که سالیان سال هست بخش عمده ای از گروه های سیاسی در ایران حذف شدن از این فضای سیاسی و به نظر نمیاد که هرگز جمهوری اسلامی اصلا میخواسته که اینها رو بازی بگیره. فکر میکنید که آیا این کمکی کرده به جمهوری اسلامی در برهه‌های مختلف در دست کم دو سه دهه اخیر؟ برای اینکه به نظر میاد این دکترینی هست که آقای خامنه‌ای بهش باور داره، یا دست کم اون کسانی که در صدر جمهوری اسلامی نشستن به این باور دارن که هر چه یک دست‌تر، هر چه خودی‌تر ما شاید بهتر بتونیم مقابل نیروهای خارجی بایستیم. شما از خودتون جواب دادین، سوال نکردین، در واقع استیتمنت دادین، نظریه خودتون رو فرمودین. من سعی می‌کنم، نظریه من نیست، نظریه که مطرح میشه، من سعی می‌کنم پاسخ شما رو تبدیل به سوال بکنم. عرض به حضورتون، ببینید اولا یه نکته، یه جمله فقط بگم. اگر مشروع مذاکرات آنچه که باقی مونده از مجلس مؤسسان تغییر سلطنت دوره قاجار به پهلوی رو مطالبه فرمایید، چه بخشش منتشر شده در کتاب‌های مختلف، چه اصلش که بخشش در کتابخانه مجلس هست، می‌بینید که انتخابات جمهوری اسلامی 100 سال دیگه باید راه بره و تلاش کنه از این وضعی که هست بدتر و بدتر بشه تا برسه به نزدیکی‌های انتخابات مؤسسان تغییر سلطنت در دوره قاجار به پهلوی. البته این شوخی‌ها که خیلی آدموکرات رضا شاه فرد دموکراسی بوده برای آزادی مدنی و جامعه دموکراسی کار کرد، حرفای تخیلیه که نه تنها من و شما و دیگران، بلکه حتی امثال آقای مرحوم داریوش همایون، مرحوم پزشکپور که خودشون مشروطه‌خواه و سلطنت طلب بودن، به نوعی پانیرانیست بودن در دوره‌های زندگیشون، هیچ کدوم رو باور نداشتن. در واقع یه نوع بازخوانی جدید سیاست زده‌ای هست. مشکلی که وجود داره الان اینه که دو راه هست. یه راه اینکه آیا باید تلاش کرد که وضع موجود رو تغییر داد به وضع مطلوب و بهتر شدن، یا اینکه اساساً هر نوع تغییری رو بر نتابیم و هر نوع به اصطلاح وضعیت موجود رو بر نتابیم و صرفاً چاره کار ایران رو به اصطلاح رژیم چنج، تغییر نظام، همکاری با ترامپ، بن لادن، با آقای بولتون و به اصطلاح دست پروردگان اونها و ایجنسای اونا انجام بدید. من معتقدم که شرایط ایران شرایطی است که شما الان با دو تا مسئله مواجه هستید. مسئله مهم اینه که شورای نگهبان الان نسبت به 20 سال قبل، 30 سال قبل شرایط سختری رو برای نمایندگان ایجاد کرده و این شرایط هم مدعی هست که به دلیل، طبق گفته سخنگوی شورای نگهبان، به دلیل مشکلات اخلاقی و اقتصادی بیشتر، یعنی جراح‌بندی سیاسی در صورت نگرفت. ولی در عمل چیزی که شاهد هستیم اینه که شاخص‌های جناح‌های دیگه حذف شدن. البته اگه شما تعدادی بشمارین افرادی که خودشون مدعی اصلاح طلبی میدونن هستن، منتها یه کسی که ممکنه باشه توی شهری که غیر از خودش و زن و بچه‌ش یا حتی زن و بچه‌ش بهش رأی ندن یا نشناسنش، اونا رو هم جزو اصلاح طلب حساب کرد. ولی به طور کلی واقعیت اینه که این به اصطلاح رقابت رو خیلی منصفانه نمیدونن، اینکه هست یا نیست بعد قضاوتشو مردم بعد قضاوت کنن. وقتی که شورای نگهبان میگه من دارم نظارت میکنم و به اصطلاح حسابرسی میکنم، این نظارت و حسابرسی متضمن اینه که شما شفافیت داشته باشین و پاسخگویی داشته باشین. و وقتی که شفافیت و پاسخگویی هست، من افرادی رو میشناسم که نماینده مجلس بودن، الان پست دارن، ولی به عنوان عدم التزام به اسلامی و جمهوری اسلامی ردشون کرده، همین الان سر کار مسئولیت دارن. من میگم اگه کسی مشکل قضایی داره باید دستگیرش کنن، محاکمش کنن، ولی که شما اینجوری رد میکنه و اعلام هم نمیکنه و میگن گفتیم به خودشون که نگفتن به خیلی، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که امکان فرصت برابر گرفته میشه و نتیجهش این حس تعلق. سوال من البته این نبود، سوال من این بود که آیا یک دست شدن حکومت در
زمانهای مختلف اتفاق افتاده، مثلا همونطور که آقای کلاشی گفتن در مجلس سوم هم اتفاق افتاد. آیا به کمک رژیم جمهوری اسلامی اومده برای حل مشکلات مجلس سوم؟ مجلس یک دسته نبود به هیچ وجه. اولا یک، دوم اینکه همونطور که من اولام خدمتتون عرض کردم، دو تا نگاه وجود داره، نگاه بین اینکه ما رضا شاه میخوام یا مصدق. حالا من نمیدونم هر کدوم از اینا رو، من خودم روش نظر کلی گویی دارم میکنم، مگر نه این خود اینا هر کدوم سبسرهای زیادی داره. اینکه ما نیاز داریم به یه آدمی که تا دموکراسی نباشه مملکت ما درست نمیشه، یا تا با زور نباشه و اقتدار نباشه درست نمیشه. این دو تا نگاهی که از بعد و مشروطه از قرن 19 هم تقریبا بوده، از مشروطه گسترده شده، که یک مستبد مصلح وجود داشته باشه، یک آدم کارآمد باشه. دموکراسی هم اگه نبود نبود، پارلمان هم نبود نبود، کار ما پیش میره. شما در انتخابات سال 1370 انتخابات که آقای خاتمی برنده شدن دیدید که برادر آقای ناطق صریحا گفت ما دنبال یک رضا شاه مسلمان هستیم. آقای قالیباف هم همین گفت. یعنی ذهنیت که ما بیایم یک به اصطلاح یک اندیشه مقتدر بیاریم، پارلمان هم نبود، دموکراسی هم نبود، مشارکت مدنی نبود، ایب نداره، فعلا مملکت مشکل داره، اینو حلش کنیم، بعدا ان شاءالله به اونم میرسیم. و نظر دوم اینه که بدون توسعه سیاسی توسعه اقتصادی و امنیت ایجاد نمیشه. این دو تا نظر با هم در تضاد هستن و وجود دارن، حتی در جناح راست هم وجود داره، نه فقط بین جناح اصلاح طلب و جناح چپ جمهوری. و اینکه کدوم اینا در کوتاه مدت و دراز مدت میتونه کمک کنه به منافع ملی ایران و حتی به مصالح جمهوری اسلامی، این محل اختلافه و به شدت مورد نزاع. فعلا شورای نگهبان دست بالاتر داره و حذف گسترده کرده افراد زیادی رو، ولی این ممکنه به بهای کاهش حس تعلق و حس وفاداری و مشروعیت انتخابات منجر بشه که خبر خوشی برای نظام جمهوری اسلامی ممکنه نباشه. آقای خلجی، جمهوری اسلامی الان در برهه قرار داره که به هر حال مشکلات بیرونی شدید داره، مشکلات اقتصادی شدید داره، و تنها حرفی که راهکاری که از مقام‌های عالی رتبه مملکت میشنویم مقاومت هست. سیاست مقاومتی، اقتصاد مقاومتی، مقاومت تنها تکه کلام مسئول مملکتی هست. آیا فکر میکنید که آیا یک مجلس یک دست به این شکل خب میتونه توجیه داشته باشه وقتی قرار هست شما مقاومت کنید، نیاز به اختلاف درونی ندارید؟ آیا فکر میکنید کمک میکنه به نظام جمهوری اسلامی؟ ببینید، این که رضا شاه دموکرات نبود و پروژش در حقیقت جامعه مدنی، به اصطلاح تقویت جامعه مدنی نبود، درسته، ولی پروژه رضا شاه دولت، تأسیس دولت مدرن بود در ایران و نهادهای مدرن و تا اندازه زیادی در مدرنیزاسیون ایران تلاش کرد و همینطور محمد رضا شاه پهلوی، یک مدرنیزاسیون آمرانه و از بالا. پروژه جمهوری اسلامی و به ویژه آقای خامنه ای نه توسعه سیاسی است، نه توسعه اقتصادی، بلکه ایجاد تمدن اسلامی است. تمدن اسلامی به اون مفهومی که آقای خامنه ای ازش صحبت میکنه، یعنی یک آرمان شهر کاملا اوتوپیایی و آخرالزمانی که درش نیروهای شر به اصطلاح رهبری آمریکا از بین میرن و در حقیقت زمینه برای حکومت جهانی امام زمان فراهم میشه. آقای خامنه ای جهان رو یک عرصه برای جنگ حق علیه باطل میبینه، دشمن رو یک به اصطلاح موجود یا به اصطلاح نمود تغییر ناپذیر شر میدونه، آشتی با دشمن رو ناممکن میدونه، دشمنی با دشمن رو ضروری میبینه. اساسا قدرت از نظر آقای خامنه‌ای تعریفش یعنی غلبه به اصطلاح نظامی بر دشمن، یعنی دشمن رو نابود کردن، یعنی به صورت فیزیکی نابودش کردن. قدرت در ذهن آقای خامنه‌ای مفهومش این هست. خب در چنین تصوری که آقای خامنه‌ای داره، طبیعتا ما ایران، نه تنها ایران که نیروی خیر که آقای خامنه ای نمایندشه، چون ایشون ولی امر مسلمین جهان میدونه خودش رو، در یک جنگ بسیار به اصطلاح متافیزیکی به سر میبره با نیروهای شر و به ویژه آمریکا، و این جنگ هم پایان نمیگیره مگر با پیروزی حق بر باطل. خب در چنین شرایطی مدیریت علمی کشور چندان معنایی نداره. نگاه آقای خامنه ای به علم، به تکنولوژی، به همه چیز نگاه ابزاریه. یعنی حتی اگر از تکنولوژی استفاده میکنیم، تا جایی استفاده میکنیم و به نحوی استفاده میکنیم که به اون آرمانهای ایدئولوژی کمک میکنه. اما همون علم، همون آقای خامنه ای که انقدر به نهضت علمی و نهضت نرم افزاری نمیدونم از این چیزا صحبت میکنه، همون علم وقتی که میاد در
زمینه‌های دیگری که ممکنه به ایدئولوژی کمک نکنه کاملا نادیده گرفته میشه. بنابراین در این شرایط جمهوری اسلامی همواره در بحران به سر میبره و مقاومت یعنی که شما تحمل کنین، چون آقای خامنه‌ای یک اعتقاد ایمانی داره به این که در نهایت حق پیروز خواهد شد. شما اگر صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو ببینین به اصطلاح ایمان داره به این که در نهایت حق بر باطل پیروز خواهد شد و تمام این مشکلات رو ما باید تحمل بکنیم و کاملا یک نگاه پیامبرانه به آینده ایران میکنه و بعدهای پیامبرانه میده. بنابراین در چنین شرایطی هیچ چیزی، هیچ راه حلی نمیمونه جز اینکه شما سختی ها رو تحمل کنید، مقاومت بکنید. در همه چیز دو تا اصطلاح هست که برای آقای خامنه‌ای خیلی مهمه. یکی اینکه شما باید روحیه جهادی داشته باشید. اگر شما برید توی وبسایت آقای خامنه‌ای و در جستجو بزنید جهاد، همه چیز با جهاد تعریف میشه. جهاد فرهنگی، جهاد علمی، جهاد اقتصادی، جهاد مدیریتی، جهاد سیاسی، جهاد نظامی، جهاد، همه چیز جهادیه. یعنی نگاه به این جهان جهاده. ما در یک جهاد سراسری به سر میبریم. از اون طرف طبیعتاً اگر شما در این جهاد مواجه با سختی بشید باید مقاومت کنید. اقتصاد مقاومت. آیا در این جهاد شما نیاز به یک نیروهایی دارید که همگی پشت شما بایستند برابر این، پس مجبورید که یک مجلس یک دست داشته باشید یا کمچین توجیهی دارن؟ طبیعتاً آقای خامنه‌ای، ببینید آقای خامنه‌ای چرا میاد میگه که کسانی که حتی با من مشکل دارند ولی ایران رو دوست دارند بیان رأی بدن؟ به خاطر اینکه آقای خامنه‌ای تنها چیزی که الان میتونه به مردم بگه یا در حقیقت قانع بکنه مردم اینه که ببینید ما تنها نیرویی هستیم که میتونیم امنیت ایران رو حفظ بکنیم. درسته که ما اقتصاد شما رو تأمین نکردیم، درسته که در به اصطلاح تحقق آرمان شهر فرهنگی ناکام موندیم، اما هیچ شکی نیست که از نظر آقای خامنه‌ای بدون ایران امنیت ایران به مخاطره میفته و حتی به اصطلاح تمامیت ارضی ایران ممکنه به مخاطره بیفته. بنابراین با برجسته کردن مسئله امنیت سعی میکنه وجود مشروعیت برای خودش ایجاد بکنه. الان نقطه مثل مرکز ثقل مشروعیت جمهوری اسلامی تواناییش برای تأمین امنیت ایران هست. بخاطر همین قاسم سلیمانی مهمه، سپاه پاسداران مهمه، تمام سیاست های جمهوری اسلامی بر محور امنیت تعریف میشه و توجیه میشه. در چنین شرایطی طبیعتا شما باید تحمل بکنید همه چیز رو. اگر اقتصادتون بده تحمل بکنید به خاطر امنیت، اگر از نبود آزادی های فردی یا از ضعف جامعه مدنی یا نقض قانون به اصطلاح حقوق بشر گله دارید، همه رو باید تحمل بکنید به خاطر اینکه مسئله اصلی امنیت است. آقای کلاشی، به هر حال متوجهم از صحبت‌های شما که شما اعتقادی ندارید که اون اتفاقی که در جمهوری اسلامی داره میفته یک در واقع انتخابات هست، دموکراتیک هست یا نظام مشروطه برقرار هست، ولی به هر حال داره یک انتخاباتی برگزار میشه. هر 4 سال یک بار انتخابات ریاست جمهوری، همون در همون فاصله هم بینش انتخابات مجلس. فکر میکنید که شما راضی تر بودید اگر این هم برگزار نمیشد؟ نه ببینید، من که خیلی کاری ندارم به اینکه برگزار میشه یا نه، بحث هم نتیجه است. این نتیجه چی هستش؟ اینکه انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، کلی وعده دادن، مردم رفته پای صندوق‌های رأی، فرضاً خب نتیجه چه هستش؟ اصلاح طلبان هم سر کار هستن، هم توی شورای شهر، خب نتیجه داره. شهر توی تهران رو ببینید، یه بارون میاد همه چیز گفت میشه، برق میاد همه چیز گفت میشه. مجلس دست اونها، چه تغییراتی توی کشور ایجاد شده، چه دردی رو از مسائل معیشتی و اقتصادی کشور تونستن حل بکنن، چه چیزی رو از حوزه سیاست تونستن حل بکنن یا از سیاست خارجی. این مجلس همونه که الان دست اصلاح طلبان هستش و با وقتی خواستن در مورد بنزین وارد بحث اصلا بحث اصلاح طلبان و اصولگرایان نیست. بحث من این هستش، آیا در یک تصویر کلانتر، یک مملکتی که به هر حال از دو بخش انتصابی و انتخابی، اونطور که میدونیم حکومت جمهوری اسلامی میگه یه بخش انتصابی داره یک بخش انتخابی، این انتخابات به هر حال برگزار میشه، شما میگید این انتخابات دموکراتیک نیست، آیا راحت تر می بود برای شما یا در واقع همفکران شما که اصلا انتخاباتی برگزار نمیشد و کاملا در واقع خیلی ها میگن این یک نمایش هست، این نمایش هم نبود؟ بله، خب طبیعتا این همه منابع کشور هدر نمیره. یعنی ببینید هیچ اتفاقی تو از درون صندوق‌های رأیشون بیرون نمیاد. یک چیزی هستش، اولا که دو جناح خودشون هستن. آقای
تفرشی و پژوهشگران وابسته به سیستم شوخی هایی میکنن. مثلا ایشون میگن که 100 سال عقب‌تر بره این وضعیت تازه جلوتر از دوره رضا شاه هستش، در حالی که اگر ما مقایسه بکنیم میبینیم که در وقتی که رضا شاه توی ایران حکومت میکرد توی آلمان که مهد دموکراسی هستش نازی ها بودن، در ایتالیا فاشیست ها بودن، در شوروی کمونیست ها بودن، کسی نگفت رضا شاه دموکرات بود. مسئله اینه که ایشون مسیری رو هموار میکرد که به دموکراسی میرسید. ماهیت و ذات حکومت حکومت دموکراتیک بود، مشروطه بودش، اما جمهوری اسلامی حکومت استبدادیه. در حکومت استبدادی همه گوانش گرفته از ولی فقیه هستن. خب در اقلا اگر از درون منطق خود سیستم هم بخوایم به سیستم نگاه بکنیم باید همه گواه خودشون رو با اراده رهبر هماهنگ بکنن. این نمیشه که یه عده‌ای بیان برن داخل مجلس یا بیان برن داخل حوزه قوه مجریه و خطابه بکنن. ولی شما همه اصلاح طلبان و اصولگرایان رو در یک گروه میذارید مثل خیلی های دیگه، ولی اصلاح طلبان دفاعشون این هستش که در اون 8 سالی که آقای خاتمی سر کار بود تونستن کارهایی بکنن و قدمهایی در راه دموکراسی برداشتن، روزنامه های آزاد رو دست کم شروع کردن، گرچه که بعدتر به هر حال قوه قضاییه جلوش رو گرفت، یا تلاش هایی به هر حال در این زمینه ها صورت گرفته. پاسخ شما چیه؟ ببین اگر واقعا گام هایی برداشتن چرا الان ناراحت هستن؟ یعنی اگر واقعا گام های خیلی اساسی و اصولی برداشتن که الان نباید ناراحت باشن از اینکه کاندیداهاشون رد صلاحیت میشه، یعنی باید جامعه به لحاظ دموکراسی یک گام جلوتر میومد و بخش انتصابی یا رهبری یا شورای نگهبان نمیتونست به این راحتی رد صلاحیت بکنه اگر شده. بنابراین پس گام های اساسی برداشته نشده. مسئله دوم اینه که در دوره آقای خاتمی هم اون شعاری که داده میشه فضای آزاد روزنامه ها اینها ایجاد شد، اونا رسانه ها و روزنامه های جناحی بود. ما دو جناح توی جمهوری اسلامی داریم، این جناح ها پروپاگاندا نیاز داشتن، ارگان های رسانه‌ای نیاز داشتن، همه رسانه های موجود در کشورم وابسته به جناح چپ یا راست بودن. هیچ رسانه‌ای مستقلی هم در اون دوران به وجود نیومد، اگرم اومد توسط دستگاه وزارت اطلاعات خود دوره آقای خاتمی هم محدود شدن، یه توسط قوه قضاییه محدود شدن. یعنی همین الان هم که حکومت در دست اصلاح طلبان هستش، برخورد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی یا حکومت آقای روحانی رو ملاحظه بفرمایید، چه گشایشی در حوزه سیاسی داره ایجاد شده که متفاوت با دوره‌های قبلی بوده که اصلاح طلبان تو قدرت نبودن. بسیار خوب آقای تفرش. ببینید مسئله چند تا موضوع وجود داره برای مطرح کردن، ولی قبلا توضیح بدم خدمتتون. این نوع کنش یا واکنش ناشایست که برای اینکه کسی که مثل شما صحبت نمی‌کنه بگه محقق وابسته به حکومت، طبیعتاً منم میتونم به سابقه آقای کلشور بهش اشاره کنم که با تغییر موقعیت جغرافیاییشون دیدگاهشون 180 درجه تغییر میکنه، همکاری میکنن با کثیف‌ترین و پلیدترین جناح‌های ضد ایرانی در خارج از کشور و حداقل برای من نمیخواستم بکشمش کشیده شد. شرافت آقای داریوش همایون و آقای پزشکپور مرحومان و آقای ارچی زاهدی رو حداقل داشته باشن و با کثیف‌ترین جناح‌های ضد ایرانی برای اینکه به هر قیمتی بخوان وضعیت مستقیم، این حداقل شرافتی که میتونیم داشته باشیم. نمیگم که حرفای من رو تایید کنم، مثلا اینکه من به اندازه قد و وزن و سن ایشون تاریخ خوندم و تاریخ درس دادم و تاریخ نوشتم، بنابراین این خواهش میکنم این رفتار با محققان وابسته به حکومت این حرفو از این شعارهای نخنمایی تاریخ مصرف دار خواهش من پرهیز کنن. یک نکته بعدی اینه که ببینید بحث انتخابات فعلی ایران طبیعتاً دو دسته در حتی در درون حاکمیت و حتی مردمی که در خارج از حاکمیت ناظر هستند و حتی مخالفین حکومت، در هر سه جناح اونایی که داخل حکومت هستند به نوعی ناظر هستند و مخالفان ایجاد کرده که آیا حضور در این انتخابات بهتر از هیچی هست یا نه، به هر حال به عنوان یک مجلس به عنوان یک نهاد حداقلی باید وجود داشته باشه یا نه، و برخی معتقدند نه، نمایندگانی که میان توی مجلس ولو اینکه درصد کمیشون اصلاح طلب باشن یا دگراندیش باشن نمیتونن اونقدر تاثیر بذارن. تجربه نشون داده که به هر حال هر دو تا این نگاه ها بهره ای از واقعیت درش هست، یعنی در برهای مختلف ایران وجود داشته که مجلس نبوده به هر دلیل، مثلا تعطیل شده یا منحل شده و مملکت ضرر زیاد دیده، همون مجلس ساختگی و کم اثر، و یا برعکس مجلسی بوده که خیلی هم با قوت بوده و اونم تاثیر نداشته. من نمیتونم واقعا بگم کدوم این دو تا دیدگاه درسته، ولی میخوام بگم که این که ما تصور کنیم که این به اصطلاح کنش های سیاسی در داخل ایران و تلاش های سیاسی که الان در صورت میگیره له یا علیه مجلس به معنای اینکه کاملا جامعه عقب گرد کرده از جهت مطالبات مدنی حرف نادرستیه. ایران از نظر امنیتی دچار خطرات جدی هست در منطقه و جامعه بین المللی و این شوخی نیست، کاملا جدی، بهانه نیست، ولی به هر حال وجود نهادهای مدنی در داخل و خارج از حکومت و ناظر بر حکومت برای
حفظ همون نهادهایی که خدمتتون گفتم، نظارت، شفافیت، حسابرسی و پاسخگویی و فرصت برابر ضروریه. بنابراین شما مواجه با این مسئله هستین که هر وقت وضعیت داخلی سیاسی ایران آزادتر شده نسبتاً به تعبیر مرسوم، یا مجلس مثلا شادابتر شده و فعالتر شده، جناح‌های ایران ستیز و ایران حراس نگران‌تر شدن. اتفاقا همونطور که در سوال قبلی شما به درستی اومده بود، میخوام بگم که تعطیلی مجلس یا بی اثر شدن مجلس چیزیه که مخالفان و دشمنان و به اصطلاح بدخواهان ایران علاقمند بهش هستن. اینکه مجلس شاداب باشه، تاثیرگذار و فعال باشه، به نفع همه است و در دراز مدت حتی به نفع خود جمهوری اسلامی است. آقای کلاشی، شما اگه میخواین صحبت کنین بفرمایید. اینکه ایشون میتونن، آقای جناب تفرشی میتونن از آقای آشنا یا آقای روحانی که به اونها دسترسی دارن بپرسن، چون اونها آدمای امنیتی هستن، اونا تایید خواهند کرد که من اپسیلونی به کلمه نسبت به اون چیزی که در داخل ایران بودم تغییر موضع ندادم، همیشه همین بوده موضعم، در داخل ایران هم این بوده، در زیر بازجویی هم این بوده، در دادگاهاتون هم همین بوده جناب آقای تفرشی. اما من وقت میدم، وقت خودم رو میدم به شما، اثبات بفرمایید و مدارکی رو رو بکنید و نشون بدید که من با کدوم جناح و جریانی ایران ستیزی از آمریکا و انگلیس و فرانسه و اسرائیل در ارتباط بودم. بفرمایید. من خواهش میکنم که هر جو سلام میتونید اگه میخواین شما بفرمایید، ولی من ترجیح میدم این بحث بحثی باشه که مردم ازش استفاده کنن. من میخوام صحبت کنم، فقط ارجاعتون میدم به وبسایت خودتون ببینید کیا توش مینویسن و چی کارا هستن و وابسته به کجا هستن. من خواهش میکنم شما مدرکتون رو نشون بدید، بفرمایید که من با کجا ارتباط دارم. دقیقاً بفرمایید. من خواهش میکنم آقایون، این بحث رو ما همینجا تموم کنیم، بحث رو شخصی نکنیم. آقای خلجی، بحثی که مطرح شد نشون میده که به هر حال الان در یک مقطعی هستیم که جمهوری اسلامی با همه مشکلاتی که داره ترجیح میده که فضا باز هم یک قطبی باقی بمونه. آیا میشه گفت که داره در واقع نسخه روسی در ایران اتفاق میفته، اون نسخه‌ای که گفته میشه که در واقع ناکارآمدی به اضافه انسداد هست و میتونه در واقع مشکلات عمده‌ای برای کشور ایجاد بکنه؟ پیش از این بذارید یه نکته توضیح بدم راجع به اینکه گفته شد که ایران واقعا در از نظر امنیتی در مخاطره است. البته که ایران در از نظر امنیتی در مخاطره است، اما این خطرها همه خود ساخته است. جمهوری اسلامی از زمانی که به وجود آمده با سیاست پان اسلامی است، یعنی با سیاست جمهوری اسلامی خودش رو به اصطلاح رهبر مسلمانان جهان میدونه، رهبران ایران، و سیاست صدور انقلاب با چنین سیاستی به اصطلاح برانگیزاننده جنگ 8 ساله شدن. شما در همین مستندی که در از بی بی سی از آقای قطب‌زاده منتشر شد اخیراً دیدید که آقای قطب‌زاده به عنوان وزیر امور خارجه ایران اول انقلاب میگه که ما میخواییم حکومت عراق رو عوض کنیم. سیاست های جمهوری اسلامی همیشه به فاجعه های بزرگ انجامیده و الان هم اگر ایران از نظر امنیتی در منطقه در مخاطر است، اینها به دلیل سیاست های جمهوری اسلامی است. یعنی جمهوری اسلامی سیاست های خصمانه و توسعه طلبانه داره که طبیعتا دشمنی برانگیز هست و به جای تنش زدایی در حقیقت تنش زایی میکنه. جمهوری اسلامی میتونه روابطش رو با عرب ها، روابطش رو با کشورهای دیگه، روابطش رو با قدرت های بزرگ خارج از منطقه به سمت دیگری پیش ببره، کمان که در مدت‌های کوتاهی هم تلاش کرده و دستاوردهایی هم داشته، منتها اون مدت‌ها دیر نمونده. کسایی که دفاع می‌کنن در واقع از موضع جمهوری اسلامی میگن که جمهوری اسلامی ممکن هست که این حرفا رو در یه مقاطعی زده باشن بعضی از مسئولان جمهوری اسلامی، اما در عمل در واقع کشورهای دیگه منطقه بودند که گاهی در واقع حمله حکومت رو، شاید ایران مثلا می‌خواسته در عراق عوض بکنه ولی عراق بوده که به ایران حمله کرده، یا مثلا مشابه این نمونه‌های میارن. مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی رو بخونید و به اصطلاح بیانیه گام دوم انقلاب رو که آقای خامنه‌ای صادر کردن بخونید، همین مال 1-2 سال پیشه، صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو بخونید. آقای خامنه‌ای مدام صحبت می‌کنه از مستضعفین جهان. آقای خامنه‌ای شبکه عظیمی درست کرده از به اصطلاح کسانی که فعالیت‌های دولت ستیزانه دارن. جمهوری اسلامی نیروهای ضد دولت رو در منطقه خاورمیانه تقویت می‌کنه. جمهوری اسلامی شبکه نظامی به اصطلاح دولت ستیز رو در منطقه خاورمیانه داره گسترش میده. اینا چیزایی نیست که یه مدت یه شعارهایی دادن تموم شده رفته، نه.
جمهوری اسلامی بر اساس همون تصورات که از ابتدای جمهوری اسلامی داشته الان به شیوه دیگه عمل میکنه. شما صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو در همین از همین سال گذشته راجع به تمدن اسلامی در نظر بگیرید، ببینید تصوری که ایشون از تمدن اسلامی داره به هیچ وجه خارجی، ولی بحث ما الان بحث داخلی ایران هست. به هر حال ایران الان دچار یک سری مشکلاتی در داخل بسیار. خودش هست. بسیار خوب. یعنی انتخاباتی هم پیش رو داره که تنورش داغ نشده. تکلیف چیه؟ جمهوری اسلامی یک سیاست‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سیاست داخلیش نمیشه جدا کرد. وقتی که جمهوری اسلامی در خارج همچین سیاست‌هایی در پیش می‌گیره، طبیعتاً مسئله امنیت مهم میشه. بعد اون امنیتی شدن در سیاست خارجی به امنیتی شدن در سیاست داخلی هم منجر میشه و اون رو هم در پی میاره. یک نکته. نکته دومی که این رو در نظر داشته باشید که آقای خامنه‌ای به طور طبیعی خب دوست داره که یک دست باشه همه چیز، اما مثل هر حکومت اقتدارگرای دیگه که مخصوصا از درون انقلاب بیرون آمده باشه، هیچ حکومت اقتدارگرایی نمیتونه فقط بر نیروی قهریه تکیه بکنه، یعنی باید بتونه نشون بده که مشروعیت مردمی داره. بنابراین انتخابات برای جمهوری اسلامی، ولو اینکه یک انتخابات یک دست است، ولو اینکه سوری باشه، ولو اینکه به تغییر جدی به اصطلاح بازیگران سیاسی نینجامه، با همه این احوال برای حکومت یک ارزش بسیار مهم و حیاتی داره، به دلیلی که نشان دهنده مشروعیت مردمی اون حکومت هست و بدون مشروعیت حکومتی نمیشه فقط با زور سرنیزه حکومت کرد. این از جانب آقای خامنه‌ای. اما توجه داشته باشید که در فقدان نهادهای دموکراتیک، در شرایطی که جامعه مدنی ضعیف هست، در شرایطی که نیروهای خاصی هستند که کلید زندان و اسلحه در دستشون هست، حتی تغییر ظاهری سیاست، یعنی حتی اگر آقای خامنه امروز از بین بره، حتی اگر جمهوری اسلامی امروز از بین بره، نیروهایی که قدرت از دستشون هست اونا تفاوتی نخواهند کرد. یعنی مثل فرض کنید نمونه های بسیار زیادی که در مثلا کشورهای سابقا کمونیستی اروپای شرقی یا خود روسیه که قبلا به اصطلاح اتحاد جماهیر شوروی بود، در نهایت باز قدرت در دست اونهایی که به اصطلاح اسلحه دارن و اطلاعات دارن و دستگاه‌های اطلاعاتی. خب پس تکلیف چیه؟ اگر که بالاخره بازم در نتیجه همین است. بله، تکلیف اینه که ما در برابر شرایط بسیار پیچیده، نظام‌های بسیار پیچیده‌ای هستیم، نظام‌هایی هستیم که به اصطلاح هایبرید هستن، یعنی هم یک وجهه دموکراتیک دارن، هم میتونن به اقتضای زمان خودشون رو کاملا ادپته بکنن، سازگار بکنن، به هر شکلی خودشون رو در بیارن، یک روز شکل مردمی پیدا کنن، یک روز شکل دموکراتیک پیدا بکنن و هر جا لازم باشه سرکوب کنن. یه روز می‌بینید 3 ماه پیش مثلا صدها نفر رو می‌کشن، بعدش میان مردم رو به انتخابات فرا میخونن. این تناقضه رو دارن و اینجوری ادامه حیات پیدا میکنن. بنابراین راه حل هم یه راه حل کاملا ساده شده نیست که خب آقا انقلاب کنیم یا حکومت رو برمیاندازیم. نه، به اصطلاح تغییر سیاسی اولا نمیتونه فقط متمرکز باشه بر نفی جمهوری اسلامی. نفی جمهوری اسلامی به خودی خود به اصطلاح دموکراسی رو ارمغان نمیاره. دموکراسی یک امر اثباتی است، یک امر ایجابی است، باید ساخته بشه. فقط با زوال جمهوری اسلامی، با زوال آقای خامنه ای، دموکراسی خود به خود به وجود نمیاد، همونطور که با زوال شاه اینطور نشد. بنابراین تأسیس دموکراسی یا تقویت دموکراسی نیاز به یک برنامه بلند مدت، یک تلاش جمعی بسیار بلند مدتی داره که پیچیدگی های وضع موجود و جامعه ایران رو کاملا در نظر داره. متشکرم. من می‌خواستم نفر 30 ثانیه هم به دو مهمان دیگه وقت بدم، ولی متأسفانه اینجا مشارکت سیاسی تعویض‌آمیز بود دیگه طبیعتاً. نه البته شما بنزه کافی وقت گرفتین آقای تفشی، هم 30 ثانیه بفرمایید. نه ببینید، حتما کمتر از دیگران صحبت کردم، شک نکنید. ببینید بحثی که اینجا وجود داره، بحث اینه که آیا ما مشکلات داخلی و خارجی رو میتونیم با هم به توازن باش برسیم یا نه. البته که ایران مشکلات بین‌المللی زیاد داره، ولی خطرات این که همه خطرات از جانب ایران بخوام بدونیم و دیگران رو مسئول بدونیم، مثلا اسرائیل، مثلا سعودی و دیگران، طبیعتاً خوشخیالیه و طبیعتاً من توقع ندارم که آقای خلجی، خب طبیعتاً از یک جناح خاصی، از یک مؤسسه خاص اسرائیلی دارن صحبت میکنن، از ایران دفاع کنن، ولی توقع اینه که حداقل انصاف رو رعایت کنن. متشکرم. آقای من خواهش میکنم، خواهش میکنم ما میدونیم که ما اصلا شما رو دعوت میکنیم برای اینکه با هم دیگه اختلاف عقیده دارید، برای اینکه بتونیم یه بحث را بندازیم، ولی به هر حال ممنونم از هر
هر سه شما که در این نشست شرکت کردین، آقای خلجی، آقای کلشی و آقای تفرشی، و ممنونم از شما که با این صفحه دو همراه بودید. شب و روزتون خوش.